تست های تشخیصی برای مردان نابارور یکی از عواملی که به شدت خانواده ها را تحت تحصیل قرار میده و درگیری های فکری زیادی ایجاد میکنه مسئله ناباروریه. در ناباروری حدوداً 35 درصد احتمال داره که علت ناباروری از طرف مرد باشه. در مرد نابارور ممکنه تعداد اسپرم برای بارور کردن تخمک کافی نباشه یعنی تعدادش کم باشه. اسپرم ها متحرک نباشن و یا شکل اسپرم ها غیر طبیعی باشه. در دستگاه تناسلی مرد انصداد وجود داشته باشه که باعث میشه اسپرم خارج نشه. در مرحله ابتدایی تشخیص ناباروری یعنی انجام معاینات فیزیکی در صورتی که احتمال اختلال در دستگاه تناسلی مرد وجود داشته باشه پزشک تست های تکمیلی زیر رو برای شناسایی اختلال و علت ناباروری توصیه میکنه تست های تصویر برداری سونوگرافی بیزه انجام سونوگرافی بیزه یکی از روش های تشخیص ناباروریه. در سونوگرافی بیزه با استفاده از امواج فراصوت عکسهایی های تهیه میشه که به شناسایی انسداد مجاری کمک میکنه و مشکلات دیگر بیزه و ساختارهای پشتیبان اون رو شناسایی میکنه سونوگرافی از طریق مقعد از سونوگرافی مقعدی بیشتر برای مشاهده پروستات مرد و بافتهای احاطه کننده اون استفاده میشه پزشک سوزن نازکی رو وارد مقعد میکنه تا وضعیت پرستات رو بررسی کنه و وجود هر گونه انصدادی رو در لوله های هم کننده مایع معنی مجرای انزال و کیسه های معنی شناسایی کنه سیستوسکوپی روش مورد استفاده برای بررسی مسانه پروستات و مجاری ادراری در این روش پزشک از لوله تو خالی که مجهز به لنزه استفاده میکنه و در صورتی که در اثر انصداد مجاری مایه معنی و اسپرم خارج نشه از این روش برای برطرف کردن انصداد استفاده میشه تا انتقال اسپرم به درستی صورت بگیره بازوگرافی یک تست تهاجمی برای بررسی وجود انصداده در این روش برشی در کیسه های بیزه ایجاد میشه یک رنگ مخصوص به داخل رگ بابران و بیزه ها تزریق میشه و با استفاده از اشعه ایکس هر گونه انصداد یا تروش اسپرم در رگ بابران مشخص میشه بیوپسی بیزه نمونه برداری از بیزه ها در روش بیوپسی بیزه یا نمونه برداری بیزه نمونه های بسیار کوچیکی از بافت بیزه به وصل یک سوزن جدا میشه و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار میگیره نتایج بیوپسی بیزه نشون میده که آیا تولید اسپرم طبیعی هست یا خیر در صورتی که نتیجه بیوپسی بیزه طبیعی باشه احتمالا مشکل ناباروری فرد انصداد مسیر انتقال اسپرم یا مشکلات دیگه ای. آزمایش اسپرموگرافی اولین آزمایش یکی از مرد خواسته میشه تا نمونه منی را در یک ظرف استریل تهیه کنه این آزمایش اطلاعات زیادی در مورد کمیت و کیفیت مایع منی و اسپرم در اختیار پزشک قرار میده این آزمایش همچنین میتونه عفونت در سیستم تولید رو نشون میده نمونه منی باید طی یک ساعت پس از جمع بررسی بشه